نوشته است بر برگ های شقایق که گل را نچینید، این کودک ناز پرورد را از دامان مادر نگیرید، اما دریغا که باد ندارد سواد. از ادب دارم خدمت شما امیران عزیز و ارجمندم. آقای امیر درخشان برنامه را هدایت فنی می کنند و عرض ادب خدمت شما و تشکر از همه مراهمتون و پیام هاتون. اگه به خاطر داشته باشید در برنامه های گذشته چند نوبت گفتگو داشتیم با یک کارشناس برجسته نفتی که عمری رو در خدمت صنایع نفت بوده، چه در میهن خودش در جنوب ایران، چه در مراکز مختلف، چه در دکلهای نفتی در اسکاتلند، سالهای طولانی در دانشگاه تدریس کرده، امروز در ایالات متحده آمریکاست و در ایالت نفتی تگزاس که شمار زیادی از کمپانی‌های بزرگ نفتی در اونجا فعال هستن. و جالب به شما بگم که شمار زیادی از کارشناسان برجسته نفتی ما از گوش و کنار جذب این اقلیم شدن، این اقلیم مهم نفتی آمریکا. آقای دکتر قاسم، باید اگه به خاطرتون باشه درباره استراتژی نفتی ایران سخن گفتن، اینکه ما چه راهی رو باید انتخاب بکنیم، کدام مسیر رو، سوار کدام قطار بشیم، در کدام ایستگاه که به سود منافع ملی ما باشه، تا چی قراری که ما نفت خام بفروشیم با بهای بسیار ارزان، با نرخ بسیار پایین و در قبال اون فراورده های نفتی رو تحویل بگیریم با بهای بسیار زیاد، یعنی کار تبدیل در بیرون از مرزهای ایران انجام بشه و درآمدهای نفتی ما در واقع به جیب دیگران بره. آقای دکتر قاسم بیاد، درود بر شما. درود بر شما جناب میبودی و همچنین درود بر همه هممیهنان عزیزم هر کجای دنیا که با ما در این برنامه حضور دارند. چقدر خوشحالم مجددا با شما هستم. سلام دارم خدمت شما و خانواده معظم شما. خیلی لطف کردید. متشکرم. همینطور من با آرزوی بهترین ها برای شما و خانواده و همه هممیهنان عزیزم. دکتر بیاد، با این مقام مهمی که شما دارید در کمپانی های نفتی در همین مملکت و این سوابق طولانی و این پیشینه بسیار ارزشمند، دلتون هوای صنایع نفت ایران نگرده؟ دلتون هم در خود ایران خدمت بکنی؟ جناب میبودی، این سوالی هست که الان 35 سال من از خودم میپرسم. اگر هر روز نباشه لااقل هفته یک بار به این فکر هستم و امیدوار هستم تا وقتی که هنوز توانایی جسمی دارم که بتونم خدمت کنم این سعادت رو داشته باشم، چون خدمت به میهن برای من بسیار بسیار مقام بالایی داره و امیدوار هستم که این آرزوی من برآورده بشه و بدون هیچ نوع چشم داشتی از نظر حقوق و غیره اونها، چون نیاز مالی ندارم، با کمال میل دوست دارم برگردم و هممیهنان جوانم رو که نیاز به آموزش دارن تربیت بکنم تا بتونن ایران ما رو به قدم بعدیش ببرند. امیدوارم. آخرین روزی که در ایران بودید کدام روز بود؟ در کجا خدمت کردید؟ آخرین صحنه خدمت به خاطر من ابتدا، البته بعد از اینکه از دانشگاه نفت فارغ التحصیل شدم به پالایشگاه گاز بید بلند رفتم و در طول تابستان ها البته جاهای مختلف مثل سکوهای تولید خلیج فارس و غیره هم کار کردم، جاهای مختلف کشور. ولی بعد از اینکه دانشگاه رو تمام کردم کار من در پالایشگاه بید بلند بود، به اتفاق چند نفر از دوستان بسیار عزیز من که هم دوره های خود من بودند و ماها با هم دیگه رفتیم و پالایشگاه بید بلند رو اول در اونجا آموزش دیدیم و بعد مسئول قسمت های مختلف اون شدیم و در وهله اول قبل از انقلاب تا زمانی که من در ایران بودم من مسئول پالایشگاه بید بلند بودم به اتفاق همکاران عزیزم که همه فارغ التحصیل های دانشکده نفت بودند. منتها بعد از اینکه از ایران برای ادامه تحصیل به غرب رفتم، در سال 1978 به ایران برگشتم به دعوت یکی از رؤسای بسیار عالی قدر شرکت عملیاتی نفتی ایران در جنوب ایران، که یعنی یه سال قبل از انقلاب دقیقاً روزی که سینما رکس آبادان آتیش زدن، شبی که آتیش زدن، من اون شب به ایران رسیدم.
آچه پس اون شب بود. بله و البته بسیار سوزناک بود، دل انسان می گرفت. منتها چون من در همه عمرم مشغول کار بودم و زیاد به جو سیاسی توجهی نمی کردم، هیچ نوع آگاهی از این که چه چیزی در راه هست نداشتم، چون من ایران هم نبودم و با مطبوعات ایران در اسکاتلند من زندگی می کردم و درس می خوندم و کار می کردم، این که آشنایی نداشتم. ولی خب بلا فاصله در چند روز اول متوجه شدم که در ایران فضا فوق‌العاده فرق داره، تظاهرات فراوان شروع شده بود، هر کس دیگری رو مسئول یک چنون عمل وحشیانه‌ای که انسان‌ها شاید حدود 400 نفر از میهنان ما کباب شدند، زنده زنده کباب شدند در سینما رکس آبادان، که در دوره تحصیلم در دانشکده نفت خاطرات بسیار زیبایی از سینما رکس داشتم. عجب. میدونید که من یه بار مصاحبه کردم، البته هست متنش در اینترنت، با آقای شیخ علی تهرانی، داماد آقای خامنه‌ای، یعنی شوهر خواهر آقای خامنه‌ای. ایشون در این گفتگو به بنده فرمودند که اول قرار نبود سینما رکس آبادان را آتیش بزنند، سینمای دیگری قرار بود که در آتش سوخته بشه، بعد ناگهان تصمیم عوض میشه و سینما رکس انتخاب میشه. بله بله و دیگه عجب، درست میگی. آقای دکتر باید به بنده بفرمایید، یعنی لازم شد توضیح بدید به من، بفرمایید پالایشگاه بیت بلند کجا بود، چه تعداد درش کار میکردن؟ بله، پالایشگاه بیت بلند اولین پالایشگاه گاز ایران بود که با کمک روس‌ها و کشورهای غربی از نظر سرمایه ساخته شد. این پالایشگاه تقریبا میتونم بگم شاید 50 یا 60 کیلومتر از شهر امیدیه در خوزستان فاصله داشت و بین اون کوههای زاگرس ساخته شده بود. بله. و گاز تمام مناطق نفتی جنوب ایران که این گازها دارای هیدروژن سولفوره بودن که ماده‌ای هست که باید از گاز جدا بشه وگرنه گاز قابل مصرف نیست، ما در این پالایشگاه این مواد، این گازها رو می بردیم در اونجا جمع می کردیم و بعد گاز رو پالایش می کردیم و بعد روزی حدود 1 میلیارد پای مکعب گاز رو به خط سراسری لوله ایران می فرستادیم که به تدریج از شهرهای مختلف ایران در راه شمال حرکت می کرد، شهرهای مثل شیراز و اصفهان و تهران و تبریز و بسیاری شهرهای دیگه، مثلا ذوب آهن اصفهان رو و اینجور صنایع رو تأمین سوخت میکرد و بعد در آستارا این گاز تبدیل به این گاز تحویل به روسیه میشد و این بسیار صنعت عظیمی بود. این تازه افتتاح شده بود که من و دوستانم فارغ التحصیل شدیم و شاید قسمت اعظم از کار ما هنوز حل مشکلات فنی یک چنین پالایشگاه عظیمی بود. اون موقع این بزرگترین پالایشگاه گاز دنیا بود. بزرگترین در دنیا؟ بله، کما این که پالایشگاه آبادان هم در اون زمانها یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفت دنیا بود. بله. جالبه. مثلا بودجه ای که صرف ساختن بیت بلند شد چقدر به خاطرتون هست؟ رقمش؟ نه، برای اینکه خیلی زمان گذشته و خب ارزش پول خیلی عوض شده. منتها پالایشگاهی بود بسیار عظیم که عرض کردم حدود شاید 400 یا 500 میلیون پای مکعب گاز مخلوط شده با هیدروژن سولفوره از منابع مختلفی مثل آقاجاری و امیدیه و غیره به اونجا می اومد که تصفیه بشه و یه مقدار هم گاز تصفیه، گازی که دارای هیدروژن سولفوره نبود از منابع تولیدی مارون به اونجا می اومد و بعد همه اینها رو بعد از اینکه تصفیه می شدن ما به خط سراسری میفرستادیم و اون وقت اون هیدروژن سولفوره هم رو تبدیل میکردیم به سولفور که این سولفور بعداً از اونجا حمل میشد برای تبدیل به اسید سولفوریک که اسید سولفوریک در همه پالایشگاه‌های ایران و جهان مصرف صنعتی فراوان داره. این کاری میکردیم. تعداد افراد این پالایشگاه‌ها چون کارشون 24 ساعته هست به صورت شیفت اداره می شدن، یعنی 8 ساعت یعنی 3 شیفت. بله بله، 8 ساعت روز با تعداد کارکنانی که فقط روز کار بودن شاید
چیزی حدود 150 نفر فکر میکنم بود، ولی بعد از وقت اداری که فقط کارگرانی که مسئول اداره دستگاه ها بودن شاید چیزی حدود 50 نفر یا 70 نفر بودیم که از اونها امثال من عملا مسئولیت اداره پالایشگاه رو در اون وقت ها به عهده میگرفتیم. خب شما در دانشکده نفت ایران فارغ التحصیل شدید و در بیرتبانند استخدام شدید، با چه حقوقی استخدام شدید؟ جناب مهبودی، این حقوق شاید دو سه برابر بیشتر از خزینه زندگی من بود. فکر میکنم چیزی در حدود شاید 8 یا 9 هزار تومان در ماه. خیلی خوب بوده. بله بله، خب البته در ازای اون یک خونه بسیار زیبا هم به امون داده بودن که ما خدمتکار داشتیم، باشگاه بسیار عالی داشتیم و راننده با ماشین در اختیارمون. یعنی واقعا صنایع نفت ایران در سطحی اداره میشد که قابل مقایسه با صنایع نفت در جاهای دیگه دنیا بود، چون یه دم از همکارامون غربی بودن. و در اون 3 سالی که من اونجا بودم خاطرم هست با دوستان بسیار عزیزم که همه فارغ التحصیلان هم دوره من بودن، یکی دو نفرشون هم قبل از من 1 سال بودن، ماها به تدریج این رؤسای خارجی رو جایگزین کردیم، یعنی جای اونها رو گرفتیم و اونها هم رفتن، تا اینکه وقتی که من بعد از 3 سال از پالایشگاه برای تحصیلات عازم اروپا شدم دیگه هیچ خارجی در اون صنایع نداشتیم. خب شما با 22 سال سن در پالایشگاه بیرتبلند کار میکردید، 7000 تومان حقوق میگرفتید، اتومبیل داشتید، یه ویلای خیلی شیک داشتید، مستخدم داشتید، باشگاه داشتید. میخوام ببینم که واقعا تبعیضی بین شما و کارشناسان خارجی گذاشته نمیشد اونجا؟ راستش ما خودمون رو از اونها خیلی بالاتر میدونستیم، چون اینهایی که در اونجا بودن لااقل در سطح پالایشگاه اداره کردن یک پالایشگاه اینا تحصیلات اکادمیک دانشگاهی اینا مثل ما نداشتن. ما خودمون از اونا بالاتر میدونستیم، ولی خب در عوض اونا هر کدومشون 30 سال 40 سال تجربه در انجام اون نوع کارهای فنی رو داشتن، یعنی اداره کردن پالایشگاه رو داشتن. این بود که ما از تجربیاتشون خیلی سریع بهرمند شدیم و وقتی که فکر کردیم همه چیز رو یاد گرفتیم، البته جوانی هم باید خاطرتون باشه که کار خودش رو کرد، ما عملا گفتیم خیلی متشکریم، ما دیگه به شما نیازی نداریم، ما خودمون از عهده کارها برمیاییم و همینطور هم بود. منتها خب هر کدوم از ما، نه فقط من جناب میبودی، این دوستان نازنین من، و این نشان دهنده این هست که وقتی ایرانی بخواد ایرانو بسازه چه کار میکنه، ما گذشته از اون 8 ساعتی که مسئول اداره اون پالایشگاه بودیم در دوره اون 8 ساعت خودمون، همیشه 8 ساعت هم اضافه یا ابتداش یا انتهاش میموندیم. یعنی یک شیفت اضافه فقط برای اینکه از دیگران در اون شیفت چیز یاد بگیریم. جالبه. و البته هیچ انتظار پول چیزی هم نبود، فقط میموندیم چون میخواستیم یاد بگیریم تا بتونیم بگیم بله ما میتونیم خودمون بدون نیاز به دیگران چنین کارهایی رو انجام بدیم. و حقیقتا دوستان من همه همینطور بودن، یعنی همشون در شیفت های اضافه میموندن و تو اون هوای بسیار سخت اونجا، هم زمستانش سرد بود هم تابستان بسیار گرم مرطوب، از این پالش ستون ها و از این دکل ها و ستون ها دائما با پله میرفتیم بالا میومدیم پایین تا کارها رو بتونیم انجام بدیم. جالبه. آقای دکتر ویا، من نشده مثلا از یکی از کارمندان سابق شرکت نفت بپرسم که آیا از کاری که میکردی راضی بودی؟ جواب منفی باشه. همه راضی بود. هفته پیش داشتم با حشمت رئیسی صحبت می‌کردم، خودش از رهبران جنبش کارگری در شرکت نفت بوده. به نظر نمی‌رسه از وضعیتی که داشته ناراضی بوده. ولی چی شد که اعتصابات در ایران قبل از انقلاب از شرکت نفت شروع شد، از صنایع نفت؟ یعنی یه ناراضی پنهان وجود داشته در اونجا، ناخرسندی پنهان و نهان در اون تشکیلات که ما اون رو حس نمی‌کردیم، یا خود شما که حتی در اونجا کار می‌کردید، یا اینکه نه انگیزه های دیگری وجود داشت و تحریکاتی بوده؟ ممکنه توضیحاتی بدید در این زمینه؟ با کمال میل. البته من بعد از 3 سال که در پالایشگاه بیرتبلند کار کردم عازم انگلیس و اسکاتلند شدم و همونطور که عرض کردم
درست روزی که اون شبی که سینما رکس آبادان آتیش زد، به دعوت شرکت ملی ایران، شرکت عملیات نفت ایران در جنوب، یکی از انسان‌های بسیار برجسته که ایشون در دانشگاه هم استاد من بودند و بعد از انقلاب هم آمدند و رئیس من در انگلیس بودند، این فرد بسیار نازنین در یک کنفرانس در انگلیس من سخنرانی می‌کردم، تا سخنرانی من تمام شد اومد به من گفت تمام چیزایی که شما راجبش در اینجا دارین سخنرانی میکنید در این کنفرانس چند هزار نفره، این رو ما در ایران لازم داریم، چرا شما تشریف نمیارید؟ این بود که من، خب من اون موقع دیگه دانشگاه درس میدادم، تازه ازدواج کرده بودم، خانمم پزشک بودم، این بود که به ایشون گفتم باید مشورت بکنم چون من دیگه یک فرد نیستم، و البته به ایشون گفتم که خب من فکر میکنم برای شما هم استخدام کردن من در ایران شاید دچار مشکلاتی شما رو بکنه چون من بهایی هستم. ایشون گفت نه اصلا فکرشو نکنین، تمام رؤسایی که برای من کار میکنند همه بهایی هستن. عجب. البته من هیچ کدومو نمیشناختم. این بود که بعد از دو سه ماه ایشون به من گفت فقط کارد منو به ایران بفرستین، همون کافیه. من کاردشونو چند ماه بعد به ایران فرستادم و به فاصله چند روز یک تراک بزرگ اومد و تمام وسایل خونه ما رو بسته‌بندی کرد و فرستاد ایران. ما تا دوریم رفتیم هتل تا اینکه من و خانمم هم استعفا کردیم و راهی ایران شدیم. منتها وقتی من وارد ایران شدم، در باره داستان استخدامم و غیره بعدا خدمتتون توضیح خواهم داد، ولی بعد از اینکه کارم رو در اهواز شروع کردم، متوجه شدم که محیط بسیار محیطی هست که عوض شده. یعنی اون دوستانی رو که من میشناختم که شبانه روز کار میکردند که جای خارجی ها رو بگیرند، در این اداره به خصوص در اهواز که اداره مهندسی مخازن بود و تخصص منم در همین رشته بوده و هنوزم هست، عده زیادی خارجی زندگی کار میکردند که اینها درجات تحصیلی بسیار عالی داشتند و ما در ایران شاید هنوز هم به اندازه کافی مهندسین مخازن با تجربه نداشته باشیم، اون موقع هم که خیلی کم داشتیم. این بود که من رو خواستن به ایران برگردم و من در تعجب بودم که این ایرونی هایی که تا این اندازه مشتاق خدمت به وطن هستن چرا سعی نمی کنن جای اینها رو بگیرند. و متوجه شدم که بیشتر دوستان من یا از دید چپ به ایران می نگریستند که در نتیجه اهداف به خصوصی داشتن، یا از دید مذهبی نگاه می کردن و اینها هم اهداف به خصوصی داشتن. و خاطرم هست در اکثر کنفرانس هایی که من برای این دوستانم می دادم درباره تکنولوژی های مختلف و کارهای مختلف، همیشه صحبت من رو قطع می کردن و می گفتن خب پس اگر این تکنولوژی که شما می گید باید ما به کار ببریم، چرا تا به حال به کار نرفته؟ بهشون می گفتم خب راستش وارد شدن در یک چنین بحثی عملا یعنی این که ما بیایم بفهمیم آیا کسی به ما خیانت کرده دانسته، یا اینکه نه با این تکنولوژی ها آشنا نبودن برای همین به کار نرفته. یعنی جو اونقدر سیاسی بود جناب میبودی که کار کردن بسیار سخت بود، سخت شده تا اندازه ای که بعد از اینکه خب انقلاب پیش اومد و این اعتصابات بزرگ پیش اومد، این اعتصابات بیشترش مربوط یا به گروه چپ یا به گروه مذهبی بودن. یعنی از بیرون به شرکت نفت تحمیل شد یا عواملش و المنتاش در خود شرکت نفت بودن؟ اینها همه هم دوره های خود من بودن جناب میبودی. عجب. همه هم دوره های خود من بودن که در دانشگاه وقتی درس میخوندیم شاید نیمیشون راه چپ رو گرفته بودن و نیمشون هم راه اسلام توند برای گرفتن حکومت. یعنی ایدئولوژی، بنابراین مشکلشون ایدئولوژی بود، یعنی مشکل ایدئولوژی، انگیزه ایدئولوژی بود. عملا چیزی در حدود 10 سال در حال ساختن بود. میتونید بفهم که چه درصدی، یعنی اینا در واقع چه تعداد چپ بودن چه تعداد مذهبی بودن، تفاوت با مذهبی ها بود یا چپ ها کدام یک؟ مذهبی ها البته سنگی. در ایران در سرزمین ما همیشه مذهبی ها اکثریت داشتن. اکثریت داشت. بله، منتها اینها از تحصیل کردن طبقات مملکت ما بودن، خیلی هاشون هم دوره های من یا از من جلوتر یا بعد از من بودن. چند سال بعد از من، همه فارغ التحصیل با تجربه فراوان که باید به راه خدمت می رفتن، منتها اینها فکر می کردند که اگر این رژیم رو عوض بکنن بهتر می تونن خدمت بکنن، و تا به اون اندازه که حتی بعد از این که
انقلاب به ثمر رسید و به مرحله رسیده بود که من دیگه جانم در خطر بود که در ایران باشم. اینها همه دوستای من بودن، میمدن به من میگفتن تو نگران نباش از این اتفاقی که در مملکت الان در جریانه، ما به زودی اینجا رو تبدیل به بهشت برین خواهیم کرد. چپا میگفتن ما خیلی زود رژیم رو عوض خواهیم کرد، شما اصلا نگران نباشید. و راست ها میگفتن ما به زودی قدرت رو از دست روحانیون میگیریم و یک اسلام خیلی پیشرفته بله متمدن رو پیاده خواهیم کرد. این بود که اینها هنوز همشون امیدوار بودن، ولی متاسفانه بسیاری از اینها هم جانشون رو در این انقلاب باختن، چه از چپ چه از گروه های مذهبی. هستن الان همون آدم ها، همون گروه هایی که خیلی مصر بودن به اینکه حتما با در ایران انقلاب بشه و همه چیز. بله بله. و الان با شما کار میکنم، همین الان داریم کسانی رو. عرض کنم که میتونم به خدمتتون بگم که یک سال بعد از اینکه من از ایران دیگه خارج شدم، شاید دو سال، نامه ها شروع شد. همون دوستان همه تقاضا میکردن که براشون من کار در خارج پیدا کنم، یا دانشگاه براشون پیدا کنم، یا راهی که بتونن عازم غرب بشن، چون همه اینها اونهایشون که زنده موندن به طور کامل هر نوع امیدی رو از آینده باختند. و البته اون چی که بعدم پیش آمد نتیجه این هست که کسانی، بسیار کسان زیادی که دارای تخصص بودند و از توانایی های مختلف بهره مند بودند، من جمله این دوستان من، به دلیل این بعد به خصوص فکری که داشتن و این بعد ایدئولوژی بود که بر مبنای واقعیات و حقیقت های نه زمان گذشته و نه اون زمان ایران ما قابل تأیید بود. متاسفانه اشتباه بسیار بزرگی همه اونها کردن و امروزه اکثرشون در سراسر جهان پراکنده است. پراکنده. فهمیدید بهایی حضرت که از کنم، من در شیراز خواهرم در کوچه زندگی میکرد به نام کوچه یقما. در اونجا یک کانون متعلق به بهایی ها بود که اغلب روزهای تعطیل بچه های کم سن و سال بهایی اونجا جمع میشدن و با هم بازی میکردن، کلاس میرفتن و ما از روی بالکن این خانه دقیقا میدیدیم، چون مشرف بود به اونجا. بله. و اما اغلب روزها که من خانه خواهر رو ترک میکردم که مثلا بدم سر کار اینها، سر خیابون یه چند نفر رو میدیدم که اغلبم شعرهای دژمی داشتن. معلوم بود که اینا آدم های ناآرامی هستن. میپرسم اینا چیه؟ میگفتن اینا حجتیه هستن، عوامل حجتیه، و به قصد تهدید این خانواده هایی که بچه هاشون رو اینجا میارن معمولا در روزهای تعطیل اینجا جمع میشن. میخوام یعنی حجتیه چنین شهرت و آوازه‌ای پیدا کرد. میخوام ببینم در شرکت نفت هم که الان فهمیدید باهایی، حجتیه نفوذ داشت یا نه؟ نه، حجتیه معمولا جوانهایی بودند، اکثرا هنوز در دوره دبیرستان، بدون تجربه و نادان که اینها رو گمراهشون کرده بودند. و کسانی که دورور من بودن همه تحصیل کرده بودن. ما در دانشکده نفت نه تنها حجتیه نداشتیم، بلکه دوستان من، چه اونها که ایدئولوژی قوی اسلامی رو دنبال میکردن و چه اونهایی که چپی بودن، اینها نهایت محبت رو به من و به بهایان داشتن. ما هیچ نوع مشکلی با اونها نداشتیم، صحبت میکردیم. اینها امیدوار بودن که یک نوعی از نظام حکومتی مذهبی رو سر کار بیارن مذهبی ها، که این بسیار حکومت عادلانه ای باشه. و در نتیجه در صحبت هایی که ما داشتیم، صحبت از این بود که عدل چیست و چگونه در دنیای مدرن میشه اون رو پیش آورد. و حتی دوستان چپی من، صحبت همیشه درباره اشتباهات بزرگی که در انقلاب روسیه یا انقلاب چین شده بود و چگونه اونها رو راه حل براش وجود داشت و میشد ایران ایجاد کرد که ایران برای کارگران و برای مردم ایران باشه، ای جامعه ای بدون طبقه. و باید بگم که در طول این 4 سالی که من در دانشگاه بودم، البته من از سال دوم خودم رو بهایی میدونستم، هیچ وقت نه جدل، نه بحث، نه چیز نه خارج از محبت و مهر بین ما وجود داشت. و حتی وقتی هم که به شرکت نفت دوباره برگشتم، این دوستان در نهایت محبت به من بودن، چون امیدشون این بود که یک جامعه‌ای بسازن که اون هدف با هدف خود من هم به عنوان یک جامعه مدرن، منتها من به فکر یک جامعه سکولار مدرن که سیاست و مذهب از هم جدا باشه، مذهب برای قلب افراد
و سیاست برای اداره مملکت از طریق سکولار دموکراسی باشه. این نوع بحث‌ها رو داشتیم. حجتیه اگر هم در شرکت نفت بودن که مطمئنم هستند، در طبقات اونقدر پایینی بودن که با ماها کاری نداشتن. یعنی ما با اونها برخوردی نداشتیم. من اونها رو در شهر میدیدم، در وقتی که به ایران برگشتم در شهر اهواز اونها رو میدیدم، بعد از انقلاب در کمیته‌های مختلف میدیدم، ولی در شرکت نفت اگر هم بودن احتمالاً دربان بودن یا کارگرانی بودن که در یک قسمت‌های کار می‌کردن. طبقه تحصیل کرده هیچ وقت جز اونها نبودن. من خاطرم هست. خب من بفهمید هیچ وقت شده که با یک حجتیه رو در رو بشید یا بهش هم کلام بشید، از نزدیک بشناسیدش یا نه؟ صحبت بله صحبت کردید بله، منتها خب اینها هیچ وقت قصدشون این نبود که وارد یک صحبت برای دریافت اینکه چه چیزی درسته چه چیزی غلطه بشن. اینها فقط قصدشون آزرده کردن و قصدشون ناراحت کردن بود، و معمولا اینها دنبال کسایی میرفتن که خیلی جوان و بی تجربه بودند و بی اطلاع. چون در ردیف خودشون بود. مثلا وارد شدن در بحث های کاملا بیمعنی نقلی مذهبی، این چیزی نیست که آدم های تحصیل کرده هیچ وقت دنبالش برن. بنابراین این نوع افکار بود که در اونا وجود داشت. در نتیجه میبینیم حتی در دانشگاه های ما هم شاید در اون سالهای اول از این گروه ها میبودن که به یک ترتیبی وارد دانشگاه میشدن، در سالهای بعد خودشون به بیمعنی بودن اهدافشون و منطقشون و آرزوها و امیدهایی که داشتن پی می بردن و خودشون جدا می شدن. این هست که نخیر، من نامه های تهدیدآمیز البته دریافت کردم و هنوزم می کنم، در گذشته هم کردم، ولی اینکه بنشینیم با اینها صحبتی کنیم، اینها صحبتی واقعا نداشتن. اینها تا اونجایی که مربوط به آیین بهایی بود، سه چهار تا اصل که به صورت تو ذهنشون گذاشته بودن، یکی این گروه خائن هستند و وابسته به انگلیس و امریکا و نمیدونم روسیه و اینها هستند و اینها اصلا ایرانی نیستند و اینها، یعنی دنبال درگیری بودن بنابراین قصدشون خراب کردن ادیان دیگه است. و خب اینا رو هر کسی که از با مقدمات این آیین بهایی آشنا باشه میدونه که اینها اونقدر خارج از موضوع هست که راهی برای صحبت با یک چنین افرادی رو باز نمیکنه. دوستان بیا از این جنبشی که ایجاد شده در جامعه روشنفکری ما، از محمد نوریزاد بگیرید، محمد ملکی بگیرید، حضرت که از کنم از آقای قالیباف بگیرید، از دکتر علیرضا نوریزاده بگیرید، هادی خورسندی، نمیدونم آقای اسفندیار منفردزاده و تعداد زیاد، هر روز هم داره این لیست طولانی تر میشه. خورسندید ها، یعنی جامعه بهائی بالاخره گروهی بعد از 160 سال جامعه روشنفکری ما قیام کرده که از هموطنان خودش دفاع بکنه از حقوق اونها، چون واقعا این جامعه خب احساس تنهایی مطلق میکرد کاملا. جناب بیبودی، ما 160 سال هست که این جامعه منتظر این هست. الان خود جامعه بهائی چی میگه؟ این ایران الان این جنبشی که خود جامعه بهائی میبینه الان چی میگن جامعه بهائی؟ جامعه بهائی بسیار خوشحال هست که هموطنان ما بعد از دهه های سکوت به ارزش انسان و جان انسانی و گوهر و شرف و کرامت انسانی پی بردن و حاضر هستند برای حق و حقوق دیگران و کمک کردن به دیگران حتی جان خودشون رو و امکانات خودشون رو به خطر بندازن. این چیزی بود که در سرزمین ما سابقه عمومی نداشت. گاه گاهی کسایی کردن ولی عمومی نبود. این سیلی هست که الان ما منتظر هستیم اونقدر عمومی بشه که هیچ کسی دیگه نتونه به حق، نه تنها بهایی، چون فقط بهایی ها نیستن، همه مردم ایران به هر دلایل مختلف، کردها یک جار، لورها یک جار، آذریها یک جار، بلوچها یک جار، بعد گروه های صنفی کاری، دانشجویان به جای خودشون، سنی ها به جای خودشون، دراویش، نوکیشان مسیحی، ارامنه، نمیدونم کلینیان، زرتوش، همه بله بله کامل دیدم. دکتر بیات تشکر میکنم، ادامه میدیم گفتگو رو. هم میهنانم توی این وسط واقعا اسم شیرین عبادی، دکتر شیرین عبادی و خیلی آیت الله منتظری، چندین
آیت الله دیگر حتی میره آیت الله صد در عراق که اونم حمایت کرد از واقعا دیگر اندیشان مذهبی آیت الله معصومی تهرانی. تشکر، دنبال میکنیم گفتگو رو با دکتر بیان. خداحافظ شما.